رفقا، من اصلا تصمیم نداشتم صحبت بکنم چون فقط چند ماهی زندان بودم در زمان شاه به دلیل فعالیت دانشجویی و در مقابل شکنجه و لطماتی که به رفقا رفته هیچ بوده. ولی واقعیت اینه که رفیق چوپانزاده اونقدر رفیق بزرگی بود که اینجا که ازش اسم برده شد من یه حالتی بهم دست داد و نمیتونم که در واقع از این مسئله بگذرم. رفیق در سال 52 به دلیل فعالیت دانشجویی من بازداشت شدم و توی بند یک زندان اهواز با رفیق توی یک اتاق قرار گرفتم. من هنوز اندیشه‌های مذهبی تو سرم بود. 21 سالم بود و هنوز اندیشه‌های مذهبی تو سرم بود. واقعیت بگم که رفتار رفیق، گفتار رفیق اونقدر روی من اثر گذاشت که من با اون که از یه خانواده مذهبی میام که شهید بودن، در واقع در زندان با مذهب وداع کردم. و از اون به بعد به عنوان هوادار سازمان شیریکا به فعالیت سیاسی خودم ادامه دادم. یک رفیق جو زندان رو در دست داشت. با عادی‌ها چنان روابط محکمی داشت که رئیس زندان ازش می‌ترسید. تو گوش رئیس زندان زده بود به دلیل توهین کوچکی که بهش کرده بود. و این اصلا ضرب المثل بود. روزی که ما رو می‌بردن برای بازجویی، پاسبان به ما، حدود 8 نفر بودیم توی مینیبوس داشتن می‌بردن از این ماشین‌های سربسته، گفت فقط توی زندان اهواز یه دونه زندان سیاسیه. و بعد یکی از بچه‌ها بهش گفت که چوپانزاده، گفت آره اون فقط سیاسیه، شما سیاست رو شنیدید. پاسبان به ما گفت. یه خاطره صحبت می‌کنم. یک روز ما توی اتاقی که بودیم با عادیا قاطی بودیم. آدمای اونجا بودن، شاید از رفقایی که زندان اهواز بوده باشه اونجا بدونه، حسن سینمایی، حسن روسخته، اکبر خسرو راننده، اینا به اصطلاح لیدرای اون اتاق هفت بودن که ما بودیم. خسرو توی اینا همیشه اینا با اینکه به همه توهین میکردن، همیشه به چوپان به عنوان آقای چوپان یاد میکرد. یک روز رفیق چوپانزاده، میخوام فقط یه تأثیر کوچیک که چطوری جو زندان رو در دستش داشت، با خسرو صحبت میکرد که مسائل همش ریشه اقتصادی داره. به خسرو گفت که چرا تو اومدی زندان؟ گفت تصادف کردم. گفت چرا تصادف کردی؟ گفت که با کامیون از تبریز می اومدم که بیام آبادان بار بزنم و تو را تصادف کردم، کشته دادم و الان به نمیدونم 3 سال یا 5 سال زندان محکوم شده. بالاخره رفیق برای این مرتب توضیح داد که همه مسائل ریشه اقتصادی داره. تا اینکه خسرو بلند شد رفت بیرون، بعد منم رفتم بیرون، دیدم خسرو یه عده داره جمع کرده دور خودش و تمام حرفایی که رفیق چوپانزاده داره داره برای اینا میگه. بعد من رفتم به رفیق چوپانزاده گفتم که چوپان بیا. گفت چیه؟ گفتم بیا خسرو داره همه چیزی که گفتی داره عین ضبط صوت داره برای اینا میگه. گفت که منم همینو میخواستم. بعد تو همین حالی ما یه گروهبانی داشتیم اونجا که روشن بود اسمش، نسبت به بقیه این گروهبان روشن مهربون تر بود نسبت به زندانیا کلا. برگشت گفت که خسرو چیه معرکه گرفتی؟ گفت همینم که تو میگی ریشه اقتصادی داره. با تشکر از رفیق یوسف، من فقط در رابطه با صحبت‌های یوسف بگم، من چون خودم زندان اهواز بودم، بچه‌های پسر میگفتن که وقتی که وارد زندان شدن و چون سال‌های اول به خصوص از 59 به بعد بچه‌ها تا سال 60-61 با عادیا قاطی بودن، میگفت وقتی که ما وارد می‌شدیم، حالا با هر اندیشه یا هر دیدی از ما می‌پرسیدن شما بچه‌های چوپانزاده هستین، شما بچه‌های چوپانزاده هستین. و این من اینو بگم که چوپانزاده رو دو تا از بچه‌هایی که بعداً بچه‌های کارگرای صنایع فولاد شدن تأثیر بسیار مثبت داشت که یکیشون یادش بخیر اعدام شد.